از استقلال افغانستان به دست شاه امان الله تا دومین دور ریاست جمهوری اشرف غنی بیش از 100 سال از دیپلماسی معاصر افغانستان میگذرد. تاریخ نگاران نوشتند که شاه امان الله خان با سفر به ایران، مصر، اتحاد جماهیر شوروی آن زمان و شماری از کشورهای اروپایی نخستین گام ها را برای سیاست خارجی معاصر افغانستان برداشت. اما دیری نگذشته بود که افغانستان درگیر تنش های داخلی، جنجال ها بر سر خط دیورند با پاکستان و جنگ سرد امریکا و جماهیر شوروی پیشین شد. افغانستان در این دور در کشمکش های جهانی برای حفظ قدرت سیاست بی‌طرفی را اتخاذ کرد. سیاست خارجی ما در دوران امن بسیار سیاست خوب بود، متوازن بود، استوار به زندگی مسالمت آمیز بود، ولی دوران جنگ حساب نمیشه. نادرشاه که پس از حکومت 9 ماهه حبیب الله کلکانی در سال 1307 به قدرت رسید نیز سیاست خارجیش را چون سیاست خارجی امان الله خان اعلام کرد و حکومت 4 ساله نادرشاه رابطه نیکی با انگلیس و شوروی داشت. ظاهرشاه در دهه اخیر پادشاهیش تلاش کرد که در کنار گسترش روابط با روسها، روابط کابل را با ایران و پاکستان هم بهتر بسازد. شاه سفرهای زیادی به کشورهای مختلف از جمله آمریکا داشت تا توجه آنان را به افغانستان جلب کند، اما این سفرها افغانستان را میان جنگ دو قطب بزرگ جهان، آمریکا و شوروی پیشین قرار داد. پس از آن محمد داود پسر کاکای ظاهرشاه در هفتم ثور 1352 در برابر پادشاهی ظاهرشاه کودتا کرد و تغییراتی را در سیاست خارجی افغانستان رونما ساخت. در 5 سال حکومت جمهوری محمد داود قراردادهای نظامی و تجاری با کشورهای آلمان، ایتالیا و آمریکا امضا شد و افغانستان برای اولین بار در یک ائتلاف منطقه‌ای با کشورهای منطقه مانند ایران، ترکیه و عراق شرکت کرد. در دوره حاکمیت داود خان رابطه افغانستان و پاکستان همچنان تیره بود. پاسپورت افغانی به حدی ارزش داشته که بدون ویزه میتونستن اتباعی افغانستان به آلمان و اروپا سفر کنند. در سال 1357 جمهوری دموکراتیک خلق با پشتیبانی جماهیر شوروی پیشین در افغانستان آغاز شد. در این دور بیشتر از یک دهه سیاست خارجی افغانستان دنبال رو شرق و وابسته به جماهیر شوروی بود و الگوی چپی بر سیاست خارجی افغانستان حاکم بود. در دوره 5 ساله حاکمیت مجاهدین در افغانستان نیز سیاست خارجی تدوین شده وجود نداشت و سیاست خارجی افغانستان متأثر از جنگ‌های داخلی در کشور بود و تنها چند کشور منطقه چون هند، ایران و کشورهای آسیای میانه و ترکیه با افغانستان روابط سیاسی داشتند. در دوره حاکمیت 5 ساله طالبان نیز تنها 3 کشور، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان، امارت اسلامی را به رسمیت می‌شناختند. روابط با کشورهای همسایه خوب بود، در اوایل حتی با پاکستان خوب بود، اما بعدش که پاکستان در جنگ‌های داخلی به یک شکل طرف واقع شد، بعدش طالبان را به وجود آوردن، از طالبان حمایت صریح کردن. با سرنگون شدن رژیم طالبان در سال 1380 صفحه تازه‌ای در روابط افغانستان و جهان رقم خورد. در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی افغانستان با همپیمان اصلیش ایالات متحده روابط پرتنشی را سپری کرد و از روابط نیک و نزدیک با این کشور به سمت تنش تا امضا نشدن پیمان راهبردی با این کشور پیش رفت. اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی روابط کابل با واشنگتن با امضای پیمان امنیتی دو جانبه گسترش یافتند. اما امضای توافقنامه صلح دوحه و چگونگی گفتگو با طالبان و رهایی هزاران زندانی طالب بار دیگر روابط دو طرف را تیره ساخت. دهی یقین داشته باشین که تا ما زنده استم اینا روی حکومت موقت نخواد دیدن. ما از او بیدای نیستم که با بادا خم شوم. با باور برخی از آگاهان با جدی شدن موضوع احتمال ایجاد حکومت موقت روابط کابل با واشنگتن بار دیگر رو به سردی نهاده است.